Estağfurullah. Aleykümselam. Cam Servan. Cam Servan. Bari de. Cam Servan bak karı zindi gidelim ha. Pepe bakşin. Asla mutevazı şuna bile. Yani یکی نمید به ما بگم واسه چی اومدیم اینجا؟ شما رو واسه چی آوردن اینجا؟ حالا ما هم دوست داریم همین رو بدونیم دیگه. یعنی شما نمیدونیم؟ نه، از کجا بدونم؟ یخی ما رو گرفتن و اشنا آوردن اینجا یه صدام از که علافیم، یعنی سر کاری. عجب، شاید اشتباه شده. اشتباه شده؟ خب پس ما بریم رد کارمون؟ خواهش میکنم، میل خودتونه. وایز کاری با ما نهارین دیگه. جامسم جون مادرت ما رو سیاه نکن دیگه، ما خودمون سیاه کاریم. نکنه باز این دامادمون دست گل باب داده. دامادتون؟ مگه چی کار کرده؟ چون بدونم بعضی وقتا خارج از کپونش حرف میزنه. اگه اونه ما بگیم. بفرمید نشینید. این رفیق دنیل وسبرگ این کیه؟ با موضوع اینه؟ خب بگین از اول دیگه. مگه موضوعی داره؟ نه بابا، یه بچه یتیم ایرانیه که همه زندگیش تو آلمان بوده، حالا برگشته پدر مادرش پیدا کنه. خلاص. همین دیگه. اول آخرش همین. دو روزی که اومده ایران تو این دو روز دائما با تو بوده. بگو ببینم کجا رفتید؟ چی کارا کردید؟ ها؟ جان سرما خیالتون راحت راحت تخت خلاف ملاف توش نبوده. خلاف ملاف توش نبوده ها؟ خب باشه. به شک دارین؟ نه به شک دارین بیانی ازش سینجین کنین دیگه، ما رو جواد چی دراز کردین اینجا؟ فعلا با اکبر نجات حسینی کار داریم. متولد 39 تهران، ساکن خیابان هاشمی، فرزند بزرگ خانواده، فوت پدر سال 58، مجرد، اهل کار، 20 ماه هم در جبهه فعالیت داشته است. درسته اینا؟ بله درسته. همه اینا رو اونتون نوشته؟ مگه اشتباهی توش شده؟ نه حیرونم که اون تو ننوشته ما دیشب شام چی خوردیم. جیک و پیک ما رو که روی کرده که. نه ترس، اینا رو همه رو خودت نوشتی، مگه یادت نیست؟ من؟ که؟ یه وقتی میخواستی بیای اینجا و استخدام بشی، اما بعد رفتی دنبال کار آزاد. این فرم خودت پر کردی. پس اونه. البته حیف شد، تو با این شکل و شمایلت خیلی خوب به درد ما میخوردی. قسمت ما نبود دیگه. اشکالی هم نداره. ببینم تو میدونی واسه چی میخواد اون بچه رو بدوسته؟ بچه؟ کدوم بچه؟ بله Thank you.
Ach, ich bitte dich, Danny. Du weißt, wie sehr ich dich liebe. Eine Trennung von dir könnte ich nicht aushalten. Aber Mutter... Bitte hör auf, Danny. جونم، سیا جون، کاری داشتی؟ آره میخوام بریم دوتا شازده رو پیدا کنیم. کدوم دوتا شازده؟ همونایی که این رفیقت میگفت از آلمان اومدن. من؟ نه، من چشم میخوام ببینم کی بهشون لو داده. عتیقایی رو که رد کردیم اون برای آب تقلبی بوده، اونم بعد از 2 سال که تو موزه ها پوزشو میدادن. حالا چی شده سیا؟ هوای گل و گلوم سرت زده. واسه اینکه یه آدم زنده تو این خونه پیدا نمیشه به این گلا برسه. مگه چی شدم؟ دارن زرد میشن. عین من دور از جون برو. اکبر اومدی مادر؟ چقدر دیر کردی. سلام مادر، بیداری هنوز؟ آره مادر، تا تو نیای که من نمیخوابم. کجا بودی تا حالا؟ دنبال یه لقمه نون حلال، دنبال کار مردم. مادر شام خوردی؟ شام؟ نه. اسمانه بچه رو بدوزه. اگه راست میگن که ما حساب بیافتیم تو حجر، اگه واقعا اومده دنبال بابا ننش، خب بری به پلیس بگه دیگه. ما رو این وسط سننه. اکبر با کی داری حرف میزنی؟ ها؟ هیچی داشتم به خودم فکر میکرد. خدا بیامرزه باباتو، اونم همیشه فکراشو همینطوری بلند بلند میگفت، هیچ وقت هیچ چیش از من پنهون نموند. تو هم اگر زن بگیری یا کمتر فکر میکنی. حالا وقت این حرف هاست؟ میبینی که کلی گرفتاری داریم مادر. اینم روش. راستی مادر، این پسره چی شد؟ پدر مادرشو پیدا کرد؟ اصلا حرف اون رو دیگه نزن، ولش کن. آخه اینا چه ربطی به اون داره مادر؟ پرسیدم کاری براش کردی یا نه؟ خون غریبه اینجا. نه دیگه تموم شد. از فردا تصدیق آویزون، اتول تو گاراژ، ما هم پیه کار دیگه. خوبه والا. هیچی نشده پس کشیدی؟ بعد از یه عمریه که به تو رو انداخته، اینجوری دل به دلش میدی؟ اگه آقات به یکی یا علی میگفت جونشو براش میداد. اون خدا بیامرز آقام بود، دخلی هم به ما نره. حالا چایی میخوری؟
چرا عصبانی هستی؟ حدستون درست بود. راننده نیومده. داره با آژانس میره. تنهاست. خیال میکنی با این فوکالی پا تشتی ها تو گود عربا میتونی رد تیر تایفت بگیری؟ شما دیر کردید، فکرم نمیخواید بیاید. من واسه چی نمیخوام بیام؟ به قول مادرمون که میگه بابای خدا بیامرز ما پای یه یا علی جون میداد، ما که تازه اول الف باشیم. خب حالا باز کجا بری؟ کلیسا. کلیسا؟ بله. خوشا به حال آنان که نیاز خود را به خدا احساس می کنند، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال فروتنان، زیرا ایشان مالک تمام جهان خواهند گشت. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا سیر خواهند شد. خوشا به حال آنان که مهربان و با گذشتند، زیرا از دیگران گذشت خواهند دید. خوشا به حال پاک دلان که خدا را خواهند دید. برای بلیتمون برد. بابا اینا هم که تعطیل شده که آقا میخوای بری شما؟ آه؟ میخوای بری شما؟ چه برم؟ میخوای پارک در بیای؟ نمیدونم، میکوشه موشه باشه شاید یخلی دفته. یه پارک کرده که یه قد استخاره نداره. اه؟ مال ما داره، بعضی وقتا فال حافظ میگیره. اه؟ دیروز قبل از اینکه من بیام شما رفته بودیم. من؟ آره شما. شما خیلی خوب پیانو میزدین. نه در حد تعریف شما. به پدرم گفته بودین قبل از اینکه بیاین اینجا این کلیسا براتون آشنا بوده. خیلی خوشحالم که اینجا میبینمتون. به پدرتون گفته بودن؟ منم میگه فرزندم. خیلی خوشحالم که شما رو دوباره اینجا میبینم. تمام حرفای شما رو بهش گفتم. ها پس ایشون دختر شما هستن؟ بله. باید اعتراف کنم که دختر باهوش و نکته سنجیه.
حداقل در مورد من اینجوریه، چون همش از من ایراد میگیره. پدر خیلی عجیبه. چی عجیبه؟ این که من میتونم پدر داشته باشم یا اینکه نه منو ببخشید. نه اینکه شما ندیده همه چیزو میبینین و اینکه من تمام اینجا ندیده برام آشناست. من تو خوابای خودم همه اینجا رو دیدم، حتی شما رو. تو خواباتون من میدیدم یا نمیدیدم؟ نمیدونم، فکر میکنم میدیدید. چرا نیم؟ میگم به اون رئیستون بگین که ما که مأمور بیجیره مواجبش هستیم، واسه چی به شما پول میده؟ فقط هیچی، راحت باشی. خیلی برای من مهمه که بدونم چرا پدر مادرم منو فروخته. به جایی هم رسیدین؟ هنوز که نه. خیلی خوشحالم از اینکه شما با هم آشنا شدیم. ایشون که میگه منو از قبل میشناخته. جدی؟ بله، دقیقا همونطوری که این کلیسا به نظرم آشنا میاد. خب، من دیروز به شما یک قولی داده بودم. این آدرس یکی از دوستان منه، من باهاش صحبت میکنم. آدم با نفوذیه، میتونه مشکل شما رو حل کنه. خیلی متشکرم. ببخشید، اون خانمی که دیروز اینجا بودن. کدوم خانم؟ همون خانمی که با بچه اومده بودن. ظاهرن موقع رفتن عجله داشتن. عجب، بالاخره آقا دل کندم. تو آخه فکر نمی‌کنی اون غلام بدبخت واریز گرفت بس که منتظر مامون؟ وقت باشدی دل دادی و راحت باش خودت قلوه گرفتی دیگه. آره، حس میکردم آشنا بود، انگار بارها او رو دیده بود. حالا گرفتی آدرس یا نه؟ آدرس؟ بابا آدرس رو قرار بگیری دیگه. پدر سرکیس گفت بریم پیش پدر اون خان، خیلی با هم دوست هستن. گفت مشکل من رو هم به اون گفته، خیلی آدم خیرخواه و با نفوذی. این دختر از رضا اعتماده؟ شما میشناسی؟ تازه کلیسا اومدم بیرون، دارم میرم پایین، با هم دنبالشون. چیکار کنم؟ تا من به شما دست رو ندادم کار رو انجام ندید. بله چشم. ناصر مواظب باش گمشون نکن. دوره؟ کجا؟ همین آدرسی که به در سرکیس داد. مگه نمیخواستید خسارت بگیرید؟ خسارت؟ نه بابا، ما از خیلی خسارت این حرفا گذشتیم. شما هم بیخیال باش، ما الان فقط باس بریم دنبال قلوم. سرنخ درستیه ها، یعنی درست زدیم به هدف. احتمالاً غلام رو نمیتونیم به این زودی پیدا کنیم. به همین آدرسی که پدر سرکیس داد بریم. من یکی آتیشینم که گیرش بیارم، همچی که یقش بگیرم به سه شماره مقارش میارم، بعد میزنیم به رد اکرم و تا ته ماجرا. پدر سرکیس گفت آقای اعتماد. باز میگه اعتماد. بابا ول کنین اعتمادو، ما فقط باسمیم دنبال قلوم و بس. اخلص کلام. چرا عصبانی میشی؟ آخه بابا همینجوری چی میگی؟ ما فقط الان واسه بریم دنبال غلام. همین.
پدر سرکیس گفت دوستان خیلی زیادی توی پلیس ایران داره، میتونن کمک کنن. میبینم. بله. هیچی، گفتم یعنی تا همین الانش هم میبینم که خیلی عقبی. همون که بهت گفتم پشت به کسی نباشه، خودم دوتا از پسش برم. اگه ما کی هستیم؟ بپر پایین. برو تو، برو تو، هوا تو دارم، برو تو. ای بابا، ای میگه هوا تو دارم. سلام علیکم. آخه شاخی جون، جون خود اینا خطرناکن. اینطوری نگاهشون نکن. چطوری نگاهشون کنم؟ نمیدونم. من خودم دیدمشون. هیچ چی بارشون نی. آخه من... آخه بیا. آخه بابا. آخه نداره باباشون. ریگی تو کفشت داره؟ کی؟ من؟ نه من. مرد حسابی اگه قرار باشه پای کسی گیر باشه، پای من سیاه است و بیشتر گیره. و اختیار دارین. جون خود اگه خفت منه بگیرن ها، ظرف سه سود، یک دو سه، خودتو آقا سیاه خیلی راحت فلنگو میبندین و خدافظ شد. نفهمیدم چی شد؟ چی شد؟ یه بار دیگه بگو چی شد؟ در میرین. ما در میرین؟ آره. خیلی بیمرامی. کی بود از اونجا وقتی سیاه انداختتش بیرون آورد اینجا نشوندتش؟ کی بود؟ تو بودی. کی بود ترکه های اجاره رو جمع کرد ریخت تو جیبت سور ساست میزون شد؟ کی بود؟ شما بوده. کی بود بهت رسون آب دماغ داوزون نشد؟ کی بود؟ من نوکرتم. من کچی کردم بابا. شاکی جون برو، برو وقتی اومدن سریع خبرت. برو تو، منم هواتو دارم. جون خود تا ننی نمیرم. برو برو برو. گفتم تو کوچه نمیشه بری، ولی خودم بعدم میبرمت بیرون. هی میگه میبرم. پس کی میبری؟ حسنم سر رفت. حسنم سر رفت بچه ای. برو بشین یه نقاشی بکش. هی میگه نقاشی بکش. بابا خسته شدم. گفتم نمیشه. اینجا چه خبره؟ من عجب ببینی نمیشه برم تو کوچه با بچه بازی کنم. اگه میری تو حیات بازی میکنی برو. باش. مامان بچه رو که نمیشه حبس کرد، بذار بره بازیشو بکنه. برو. خیلی خب، پس فقط تو حیاتا. باشه. ببینم اتا. باشه. تا کی میخوای اینجا بشینی؟ تا وقتی که اون بره. این که نمیشه. هر وقت حرف از زندگیت میشه یه گوشه میشینی خودتو حبس میکنی. بابا اونم نیت بدی نداره. این رفتارها رو چرا باهاش میکنی؟ ما که نشستیم، حرف زدیم، اونم تو رو زنداداش آیندهش میدونه. مامان جون، بازم که شما دارین حرف خودتون رو میزنین. بابا من الان بچه‌م تو خطره. ما یه اقدس خانم هر روز میاد میشینه اینجا، شما میری میشینی پیشش، با همدیگه گل بگین و گل بشنوی. خب بابا من نمیتونم الان بیام پیشش. تو نمیخواد بترسی. بابات که گفت نگران نباش. حالا پاشو بریم بیرون. خوبیت نداره. بالاخره مهمون ماست. خیلی خوب. چشم. میام. چشم. هی بگو چشم و انجام بده. خدا خیرش بده. خیلی زحمت کشتن تو آب و غوز اون برو خالی کردن. ولی کلی قشنگ شد. کاری نکردن، دست میخوانم وظیفه‌شون بوده واسه امام حسین کردن. دستشون درد نکنه. عزیزم خسته شدی، بلند شو بذار برگشت. دست شما درد نکنه، بفرمایید. باشه آخه خسته میشه اینجوری این لب نشستی. ممنون. خدا خیرتت. شما بلند شو بذاریم برگشت. من خواهش میکنم آخه اینجوری که نمیشه که.
خسته شدی شما. بالاخره این زن داداش ما نمیخواد بیاد بیرون. نکنه خدای نکرده ناخوشه. سرش گرم بچه‌شه. الان میاد. این روزا زهره جون چشه. یک کلوم به دو کلوم نرسیده از کوره در میره. آدم نگران میشه. خودتون دیدین که من حرف بدی بهش نزدم. یه دفعه آتیشی شد. سلام نسیمه خانم. زهره جون نیست؟ سلام. چرا مادر؟ چی کارش داری؟ دم در یه خانم کارش داره. تو اتاقشه. بی زحمت یه توکه واسه داشت. چشم. کیه؟ به به. سلام خانم خانوما. چه سلامی خانم؟ شما میزنی ماشین مردمو داغون میکنی در میریم؟ کدوم ماشین؟ عزیز من خجالت نکش، بگو رانندگی بلد نیستم همین. تو که میدونی دست فرمون من حرف نداره. حالا چیو میگی کی؟ وقت گل نی، دیروز. وقتی که معرفت نداشتی دو دقیقه صبر کنی تا من بیام، با عجله در رفتی، زدی ماشین مردمو داغون کردی خانم. حالا تو اومدی خسارتشو بگیری؟ آره، یه همچین چیزایی. یالا بده میخوام برم. چشم، بیا بریم تو، دستی چکم تو گاف صندوقه. بیا بریم تو. تمام که نمیاری خوشبختانه. تصادف که بهانه بود. میخواستم ببینم. خیلی من برای تنگ. قربونت برم خانم، خیلی خوش اومدی. ولی به خدا اصلا راضی نبودم. راضی نبودی؟ خب، رضایت تو همچی زیادم مهم نیست. پدر میگو خیلی به هم ریخته بودی. چی شد زهره؟ سلام آنه خانم. حال شما خوبه؟ سلام. خیلی خوش اومدی. بریم عزیزم، بریم تو. ممنونم. تعریف کن ببینم قضیه چیه؟ قضیه بابک بود. به خدا خیلی نگرانشم آنی. میدونی این نقشه کشیدن یه جوری از من جداش کنه. خب این کار خبیثانه رو کی میخواد انجام بده؟ آبراهام با کله شقبازیاش دیگه. بیا بریم تو اون اتاق عزیزم. به همین سادگی. دیوونه ای تو زهره. کار کنم؟ خب نگرانشم. اگه بیاد یه دفعه بچه رو ببره من چیکار کنم؟ بشین اینجا قربونت. اون اگه خیلی عرضه داشت تو رو نگه می‌داشت. تو الان بچه رو بهانه کردی. تازه فهمیده کیو از دست داده. ولش کن، حالا اونو بعداً برات تعریف می‌کنم چی شده. ببینم اون قضیه ماشین که گفتی رو شوخی کردی؟ چی رو شوخی کردی خانم خلافکار؟ زدی ماشین مردم رو داغون کردی فرار میکنی؟ بابا کدوم ماشین؟ همون آقایی که تو کلیسا دیروز بهش توپیدی. خب؟ اومدی بود دنبال آدرسه. ظاهرن زدی ماشین رانندش رو درب و داغون کردی خانم. آدرس رو بهش دادی؟ خب آره، من آدرس رو بهش دادم. چطور؟ بابا این خودشه دیگه، همونیه که میخواد بیاد بابک رو بدزده. داشت بابک آلمانی حرف میزد. بذار برم به مامانم بگم که فکر نکنه که من دروغ گفته بودم بهش. زهره چرا شلوغش میکنی؟ فکر نمی‌کنی داری اشتباه می‌کنی؟ چی رو اشتباه می‌کنم؟ ببین زهره، من باهاش صحبت کردم. اون اصلا اینجوری نیست که تو فکر می‌کنی. اون اومده دنبال پدر مادر خودش بگرده. اصلا با بچه‌ی تو کاری نداره. آخ گفتی بچه؟ بابک. کجا داری میری؟ بابک کو؟ بازم دنبال بابک می‌گردی؟ نگران نباش. با حسن من رفته تو کوچه بازی. من بهش اجازه دادم عروس گلم. ببخشید میتونم بپرسم شما چی کاره این؟ وا شانس رو میبینی؟ آخه ماشین نارو چه به پنچری میگم این قلومه نرسه میگی نه. شما چرا نمیخواید از آقای اعتماد کمک بگیرین؟ به این محال خوشی نهرم بلکن. قرار بوده رد کارتو میگیرم که دارم میگیرم. حالا پنجه نفر رو وارده محرکه کن. پس خسارت ماشینتون چی میشه؟ هیچی. ما اگه نخواهیم خسارت بگیریم کیو واسه ببینیم؟ شما آقا رو میشناسید؟ کدوم آقا رو؟ آقای اعتماد رو. آقای اعتماد کلوچن؟ نه. این شد دوتا دروغ. واسه چی؟ اولی توی فرودگاه، دومی هم همین. صبح میخواستید خسارت بگیرید. چرا حالا که اسم آقای اعتماد رو دیدید نظرتون عوض شد؟ آره. نظرم عوض شد. که چی؟ خوش نرم بیام شو آقای اعتماد. خوش نرم منم خسارت بگیرم. چی؟ که واسه ببینم؟ چرا عصبانی میشی؟ واسه که آدم عصبانی میکنی؟ ما حالا اگه بریم دنبال غلام به نتیجه نمیرسیم. خواهش میکنم بریم آقای اعتماد رو ببینیم. من قرار بوده برای شما غلام پیدا کنم. شما به من اعتماد نکرد. میخوای بریم شو آقای اعتماد؟ این راه اینم جاده. خدافظ.
از همه واسه بکشیم، از شما باید بکشیم. آقای اکبر بارا بینیم با آقای اکبر. آقای اکبر آقای نایی راننده دلخور شد برش کرد رفت. خیلی خوب، حالا از هم جدا شین، هر دوتا رو تعقیب کنید. بله چش، برو سوارش کن. برو 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 برو